جنگ و خونریزی برای توپ طلا. همونطور که مشاهده کردین چند وقت پیش مسی به عنوان بهترین بازیکن جهان توپ طلای هشتمشو برد، اما خیلی از بازیکنای دیگه ناراحت شدن و جبهه گرفتن. حالا برای بهترین بازیکنای فوتبال یک قفس تدارک دیدیم و مقابل هم یک به یک میجنگن. هر کسی که بتونه حریفشو زمین بزنه و مشتا و لگدای فراوانی بهش بزنه به مرحله بعدی میره و واقعا میبینیم که حق چه کسی بوده که توپ طلا رو بگیره. اما از اونجایی که بازیکنامون 11 نفر بودن گرونه رو چرخونیم تا یه بازیکن به صورت شانسی به مرحله بعدی بره. فنداک به مرحله بعدی میره. در اولین بازی باید مسی برنده 8 چوب طلا با وینیسیوس به مبارزه میپرداخت. بله، بازی شروع میشود بین وینیسیوس و لیونل مسی. ببینیم که آیا مسی که 8 چوب طلا برده به نظرتون توی این ویدیو هم به حقش میرسه و 8 چوبیو بگیره یا نه. اوه شیت دستشو پیچون. مسی رو بلند میکنه، روی کول انداخته، میندازه زمین. مگه بیرونم میتونم بیام؟ ببین الان مسی جونش بیشتر از وینیسیوس رفته اون پایین و در مرز خطره. شیت. این سه ای که رو صفه میاد مثل اینکه تا شماره ده که میشمارن نباید توی رینگ باشن. مثل اینکه مسی آسیب دیده بیشتر از وینیسیوس. الان پای زده وینیسیوس اصلا وسط بدنش آسیب نداره، بیشتر دستاش آسیب دیده، ولی مسی کله و بدنش آسیب دیده. وینیسیوس سعی میکنه تمام قوته های خودش رو روی مسی و توپ طلا که گرفت خالی کنه و به نظرش لیونل مسی حقش نبوده که توپ طلا رو بگیره. داره چیکار میکنه وینیسیوس؟ وای حاجی، این میخواد بزنه کارش تموم کنه. جون دیگه خدای بگیرا، یک دو سه میشه یا نه؟ سه تموم. لیونل مسی از توپ تلاش کوتاه نمیاد، وینیسیوس رو حذف میکنه و با این چهره به مرحله بعدی میره. حذف مسی وینیسیوس رو حذف کرد، رو به مرحله بعدی رفت. توی بازی بعدی باید دو رقیب قدیمی که به خون هم تشنه بودن، یعنی ویرجیل فنداک مقابل ارلینگ هالند قرار میگرفت. آقا حالا بازی شروع شد، اما اینم بهتون میگم که تمام این بازیکنایی که داری میبینین همشون اوورالاشون صده و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، فقط بر اساس شانسه که توی زمین میتونن چیکار بکنن، وگرنه از لحاظ قدرت چون اینا همه مساویان. چیکار داره میکنه؟ یو اول فاز میخواد بندازش بیرون، مطمئنا میخواد بندازش بیرون. رفاصله گرفتن پا یک. نه زوده داداش من، شما تا میتونی بعد ایشون رو بزنی. فرمول اینه که انقدر اینو بزنی که اون پایین اون خط قرمزشون، یعنی دیگه فقط اون خط قرمزه باشه، یا حتی اون خط قرمز هم گاهی اوقات میره یه خط زرد میاد که دیگه اونجا خیلی ناجوره. صحنه های بسیار داد. حالا آوریو داریم میبینیم، من فقط نمیدونم که چرا هالند انقدر بد کار میکنه. آجی این خط، این نشان، اگر این بازی هالند نبرد هر چی دلت خواست بگو. احساس میکنم دو چه بچه مدرسه ای دارن دعوا میکنن، یعنی اصلا این گوشه اونو میره، اون گوشه اونو میگه. چهار تا حرکت قشنگ بزنید. نگاه کن تو رو قرآن ناکن اصلا کیکیو زد، میره واسه یه چکنجه دستشو میاره بالا. نه حالا اگر پاشو بگیری میبری. ببین اون زرده اگه پر بشه بالا سر هالند و بزنه میبره. هالند سر و گردن و بدنشو کلن از دست داده، ولی سر و گردن فنداک سالم هست، ولی ببر بودو تاری یکی نشون نداده. وای هالند خیلی آسیب دیده، هالند به شدت آسیب دیده و احتمال باختش داره. همچنان میره جلو، نه از مش میگیره فنداک. باریکلا آها بزن اشتباهی، باریکلا دو تا چپرس بزن. او باریکلا بگیر، پارو بگیر. هاجی میبره یک دو سه میشه یا نه؟ تموم میشه کار. نگفتم بهتون من فراستی فوتبال هستم و هالند میبره. با این چهره ایلینگ هالند فنداک رو شکست میده و به مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا میکنه. توی بازی سوم باید نیمار مقابل صلاح قرار میگرفت، جایی که نیمار فرصت داشت برای آخرین بار توپ طلا رو به دست بیاره. جان بازی شروع میشه. من نمیدونم چرا همش دنبال زن آقا، اینجا خشونته. خانم واسه چی الان اینجا وایساده؟ من فقط عاشق نیمارم که هنوزم گوشوارش به گوششه. چقدر زیبا پای صلاح آسیب دید. اوه صافت. تا اینجا کار نیمار هیچ آسیبی ندید و سلام باش آسیب دید، اما خیلی چیز هستش حاجی. هر کسی که نیمار روی سلا انجام داده بود، حالا سلا داره روی نیمار انجام میده. وای حاجی برگشت. آها باریک حالا تکنیک خودش استفاده کن. نیمار بلند میشه چپ و راست میخواد انتقام بگیره. باریک حالا بزنش که صفت ها. وای هنوز جون داره ها. کله و گردن سلا از بین میره.
نباید میرفتی پایین، نباید میرفتی پایین، الان میپره روت، الان میپره روت. آقای محترم داره میگه بلند شو، داره میگه بلند شو، الان میگه بلند شو، بلند شو بفرمازد جو خالی داد برک حلال ایما. من احساس میکنم که سلا ببازه اینجا هاجی، ولی نمیدونم چون همش دیگه تکنیک انجام میدونه ایما رو سلا. بازی کنی از خطه لوسانتوس برزیل در مقابل مصری میزنه اونجا. بزنی یا بزنی آقا، سیف دوسر بگو اینجا دیگه باید بره، اینجا دیگه باید بره، دو سه میشه یا نه تمام شکار. نیمار با ضربات متعدد صلاح رو شکست میده و به همین آسونی به مرحله بعدی رقابت راه پیدا میکنه. بازی چهارم بین دو دوست قدیمی بود، یعنی کریستیانو رونالدو و کریم بنزما. رونالدو فرصت داشت تا بتونه توپ طلا رو از مسی بگیره. بله بازی شروع شده. چیکار داره میکنه رونالدو؟ این فن جدیده؟ چرا بغلش کردی؟ عجیبا غریبا کریم بنزما داره بهنه میکنه دیگه، رفاقت گذاشته کنار. ببین کریستیانو رونالدو هم بازی هنو بابا آروم بزن، دشمن خونیت کنی پدرتو که نکشته. حالا چهار تو به طلا بیشتر بود، شما یه تونی بابا آروم بزن، حالا اونم پاشه دیگه. وای وای آجی رونالدو وضعیتش خیلی وخیمه، سر و گردن و بدنشو از دست داده، آسیبش به شدت زیادی دیده. آقا اون هنوز هیچیش نشده ها، اون دستش هم که بسته الکی بسته اصلا. بابا این داره میزنه رونالدو رو. نه 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 آها بارکل آها بزنش 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 ببین چون بارکل آهان آهان چی کار داره میکنه کریم بنزما زیر همه دیگه شدید رونالدو. آجی این اصلا رحم نداره، هیچ کار رونالدو رو داره تمام میکنه. هیچ کار تمام کرد. میمیره الان، یک دو سه میشه یا نه. بو رونالدو از رقابت های جوب طلا خداحافظی میکنه و با ضربه های وحشتناکی که بنزما بهش زد حذف میشه. پس بنزما به مرحله بعدی میره. نفر سوم جوب طلای امسال یعنی کیلیان امباپه بود مقابل لواندوفسکی بازی میکرد، اما این جنگ برندش معلوم نبود. بعد از بازی شروع میشه، بعد کیلیان امباپه در مقابل آقا لواندوفسکی تره. ببین رحم نمیکنه به ایشون، سنش بیشتر از شما، تجربهش هم بیشتره، چپ و راست میزنه دیگه، حواست نباشه که داره میزنه، میکنه. ای آقا بگی بزنش. من رئالی هم دوست عزیز، ولی اینجا امباپه نباید بیاد بالا. امباپه که جواب رئال مادرید رو دو بار رد کرده، داره هلیکوپتری میزنه روی لواندوفسکی. چیکار داره میکنه بابا؟ اون داداش امباپه فکر کنم اون وسط وایساده سبز داره تشویق میکنه. بچی سر جات. او چی بابا تو دیگه کی هستی؟ دارم هرس میام، به خودم باور نمیشه، دارم فشار میخورم این لواندوفسکی نمیزنه این امباپه رو. بگی بزنش تو رو خدا، تو رو خدا بگی بزنه، چون سر گردن و بدنشو از دست داد مثل لواندوفسکی. بگی بزن، نمیخواد بندازش تو. انت تو بخوای بری تو این بلند شده، نگاه کن تو رو خدا، نگاه کن حرکاتو نگاه. نه الان زوده آقای محترم، الان زوده، ای خدایی که به این بفهمونه. بله بابا بارو کلا، نه بابا بارو کلا شیخ ریدی کجا تاش. لواندوفسکی کامل سر و گردنشو از دست داده و احتمالاً الان میبره حاجی. یک دو سه هم گرفت، نه سه رو نمیذاره. طرفدارای بارسا مثلا اینکه در این ورزشگاه حضور ندارن، داره لواندوفسکی رو جر ما جر میکنه. او شیت حاجی، کم نیاری کم نیاری، ما با توی وای لواندوفسکی. چپ چپ راست بزنش، بزن تو رو خود از در نیار، بزنش برکلا حاجی، بزن این هنوز جون داره. تو سر و گردنت کامل قرمز، آها سر و گردن اونم قرمز شد. بزنش لواندوفسکی، لواندوفسکی یه تکونی بخوره. این لواندوفسکی وضعیتش بدتر از امباپه است. نگاه کن تو رو قرآن ما با سگ پدر رو نگاه کن، چه ساوت این کاره از نگاه کن، هلیکوپتری داره میزنه روی آلو. وای دستاشو داره از دست میده لواندوفسکی، دستاشو داره از دست میده. یه ذره دیگه فشار بیاره دستاشو از دست داده. با یک نه 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 دستش به دستش به چیزه. آفرین فهم مرور فن درست انجام دادی. یکی دیگه بگیر آجی، تمامه به خدا این تمام نشه من فوش میدم داور رو. یک دو سه رو بگو تمام کار. بارکلا آقا لواندوفسکی. لواندوفسکی از کیلیان امباپه انتقام میگیره و اونو با تلاش هایی که میکنه حذف میکنه، پس به مرحله بعدی جنگ توپ طلا میره. مرحله یک سوم رقابت ها، مسی، نیمار، بنزما، هالند و لواندوفسکی، راموس. چه کسی به نیمه نهایی راه پیدا میکنه؟ باز دوباره دو رفیق صمیمی بعد مقابل همدیگه قرار میگرفتن، نیمار و لیونل مسی. آیا نیمار کوتاه میومد تا مسی توپ طلای هشتم رو بگیره یا اینکه نه؟ بله حالا بازش شروع میشه. نو اول فاز آقا، مثل اینکه رفیق و رفاقت در میون نیست. فقط امیدوارم که این بازی به رفیق و رفاقت و اینا بستگی نداشته باشه که اصلا قشنگ نمیشه، پس تا میتونی همدیگه رو بزنی. بعد ببینیم که باز دوباره لیونل مسی استحاق
و حق خود را ثابت خواهد کرد برای این توپ طلا. هاشم یالا جان، الان نیمار داره میگه آقای مسی یادت من روز رفته بودم توی محوطه جرمی پاس نگیره، یادت اون موقع سال 2014 من کاندیدای توپ طلا شده بودم ولی تو توپ طلا رو بردی، اینجا میخوام ازت بگیرم. درست بازی کن. چت چرگتی مسی داره میزنه. این همونیه که به شما پس گل نمیداد، خودش میرفت گل میزد. اون صحنه ها رو یادت باشه. این همون فردیست که وقتی اومد تو پاریس باشگاه بد شد و شما مجبور شدی از اون باشگاه بری. دارم تفرقه میندازم سیگه لحظه. میخوایی داره رفیق رفقا بازی در میارین و من احساس میکنم که توی این بازی اگه رفیق رفاقت این یه ذره زیادتر بشه من یکیتون رو اوت میکنم به دلخواه خودم. آی مسی سر رو گرمه در اختیار رو خواهد بگیره بزنه زیر کتفان حریف. نه نیمار بابا این حرکت رو دیگه به خدا تو کشتکش نمیشه زد اینا رو، مگه هالیوود هنده؟ ولی دره میخواد قشنگ بزنین هم دیگه رو، یعنی من یه لکه خون رو زمین ببینم. حاجی نیمار خیلی بد داره میزنه، من تازه نیمار بودم میشناسم. آقای مسی خان بشناس رفیقتو. آقای مسی خان یعنی شما نگاه کن، این بشر الکی به شما گفتش بیا توی پی اس جی، اومدی توی پی اس جی بعد ریده شد بازیت. اگه توی بارسلونا میمونی چقدر زیبا میشد. آهان میاد ایمان رو تیو زمین بزنه. نه آجی حتی اصلا تماشاشی ها لذت دارم میبرن، 4 ستاره دادم ویورا. آی مسی نگاه کن با کی رفیق بودی، با کی رفیق بودی، داره پدرت رو در میاره، یعنی پدرت رو جلو چشه. این بازی بیشترین جراحت و آسیب رو داشته. بگیرش مسی، مسی بگیرش. 1 2 ای مسی برد، حواسم نبود مسی برد. چجوری زدیم به نیمار رو؟ مسی به نیمه نهایی رقابت راه پیدا میکنه و نیمار رو به همین آسونی شکست میده. پس مسی با شکست نیمار به مرحله بعدی یعنی نیمه نهایی صعود میکنه. در بازی بعدی باید کریم بنزما که یک توپ طلا در کارنامش داشت با ارلینگ هالندی بازی میکرد که امسال دوم شده بود. اما کی به نیمه نهایی صعود میکرد؟ هالند کیو اسکر؟ هالند فندوگو اسکر هوج پرام از اون یادم نبود. بنزما هم رونالدو رو اسکر دو تا حریف سرسخت مقابل هم دیگه قرار گرفتن. چرا اینجا مثل جهنم میمونه تماشاگرها قرمزن؟ هوج پشمان بنزما اصلا حرکاتو از کجا یاد گرفته تو؟ درست شما رونالدو رو بردیم، ما رونالدو فنیم ولی اینجا طرف تو هم بنزما داره بد کتک میخوره از آقای ایرلینگ هالند. پاشم گذاشت روش داره فشار میده سک به در. به خود من اون دیدم این صحنه رو نمیتونستم تحمل کنم. ایرلینگ هالند تا حالا از بنزما بیشتر آسیب دیده و امیدوارم که بنزما بزنه. چه حرکت زیبایی ایرلینگ هالند اون بالا میشونه میبستنی تو بخور به سر زیبا. به عنوان کوچ تحسین اسم میکنم حاج کریم. حاجی یه سری از تماشاگرها اصلا انگار نه چپی ان نه راستی ان، اصلا یه چیزی اون وسط مثلا تو انگار همینجوری اومدن فقط جا رو پر کنن. مجلس گرم کنیم مگه شما تشویق کنید؟ حاجی اصلا حواسم نیست ولی ارلینگ هالند رو بی حیثیت میکنم حاج کریم. آخه داری مدارا میکنی باشه، چرا داری نگاهش میکنی؟ چکو بزن تو صورتش. بفرما حاجی ارلینگ هالند خیلی وضعیتش بده، سر و گردن و کل بدنش به شدت آسیب دیده، اما بنزما فقط بدنش یک جزئی موزی اون آسیب دیده. 1 2 سه رو میزنه، سه رو میزنه، تموم. وینر حاج کریم بنزما. کریم بنزما با برد زیبایی که در این جهنم قرمز به دست میاره به مرحله نیمه نهایی میره. پس کریم بنزما یک پله دیگه به مسی نزدیکتر میشه. بازی به جاهای باریک کشیده شده بود، باید یکی از خطرناکترین دفاعهای فوتبال یعنی راموس مقابل لواندوفسکی قرار میگرفت که امباپه رو شکست داده بود. به 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 چه جنگی خواهد بود در این دیدار. ببین اگر این راموس اون راموس همیشگی باشه واقعا باید تا فینال بره. خدا وکیلی من میگم کی با کفش سکورتی میاد آخه مبارزه میکنه؟ خب تو رو میبینیم میخنده بهت. آقا راموس ماجیک بدم خدمتتون، با ماجیک اینجوری بزنیش؟ نمیخواد قبول. آبارک بارک تا تو باشی از این حرکات های جلف انجام داری. آبارک ببین لواندوفسکی تا الان هیچ آسیبی ندید ولی سرخیو راموس کله و گردن و بدنش آسیب دیده ولی خیلی هم زیاد نیست. بندازش زمین، بندازش که از کمر رو زمین. این چه فنیه حاجی؟ این چه فنیه؟ داری فشار میاری بهش یعنی چی؟ این فن جدیده؟ خیلی شل داری کار میکنی خدا وکیلی، خیلی داری شل کار میکنی. من پدر میآورم اینو میزن. بندازش زمین، تو رو با کله بندازش. آه نصفشون از وسط. آقا راموس ماجیک هستا؟ نمیخوای ماجیک هست ولی از اینا نمیخوای. ببین از همین این زیرش خالی، اینجوری هولش بده مثل زیرن چیز چی میگن، مثل خاک انداز اینجوری هولش بده بره همین زیر میبری. داره راموس رو میزنم اصلا من خورد شد. بزنش تو رو خدا راموس، تو رو خدا راموس به خودت بیا. اون راموس
کجاست که مسی رو میزدش توی ال کلاسیکو؟ اون راموس کجاست که همه رو میزد سه نشه؟ لواندوفسکی با اقتدار هرچه تمامتر سرخیو راموس یکی از جنگی ترین بازیکنان رو شکست میده، بنابراین به مرحله نیمه نهایی با مسی و بنزما میرسه. اما از اونجایی که سه نفر به نیمه نهایی رسوندن گرونه رو میچرخونیم و هر کی اسمش در بیاد شانسی به فینال میرسه. نه خدای شکرت، کریم بنزما مستقیما به فینال میرسه. پس مسی و لواندوفسکی برای رسیدن به فینال با هم دیگه میجنگن. آیا واقعا مسی استحقاق خودش رو واسه توپ طلا نشون میداد یا دیگه اینجا کم می آورد؟ بعد بازی شروع شد، دو بازیکن که در بارسلونا بازی کردن و یکیشون هنوز تو بارسلونا داره بازی میکنه و لیونل مسی که کاپیتان سابق بوده باید مقابل لواندوفسکی بازی بکنه که بنزما رو برده و امباپه رو شکست داده و اون طرف مسی وینیسیوس و نیمار رو برده. لواندوفسکی همون اول کار، آره حتما مسی هم میگه بیا بگیر همینو، بپر وایس رو نگام کن بابا، نزار بزنتت بابا، نزار بزنتت، تو چون باره 10 بودی 20 سال تو بارسا بازی کردی، این داره تو رو میزنه. جفت بازیکن‌ها روی سر و گردن آسیب دیدن، لواندوفسکی چپ و راست داره مسی رو میزنه، رحم نمیخواد بکنه به کاپیتان سابق تیم بارسلونا. آقایون بارسا فن نگاه کنید، او لواندوفسکی کلش کامل آسیب جدی دیده. هر کسی این بازی رو ببره به فینال با کریم بنزما میرسه. نیونه لوسی جیم از سیریوی میزنه ولی لواندوفسکی تا دور رفت. آها مارکا، وای چه ضربه وحشتناکی داره میزنه. بزنش پایین. آه باریکلا سرش آسیب جدیدید، برو سرش. بابا اینو تلها نذار اون پایین، چرا این میری بالا میای پایین؟ چه خبره اون بالا؟ اینو ببر بالا. نمیتونه بلند شه مسی، مسی نمیتونه بلند شه، وضعیت داره بد و بدتر میشه واسه مسی. اما نه، بر میگرده بابا، برش دار خرکیچش کن ببر تو، پارو بیار بالا. ای وای مسی نذار این کار رو بکنه بالا. آبارکلا بابا داری مسی خیلی داری مسی میکنی. مسی بگی پارو، مسی برو دیگه. آبارکلا نه تسلیم شد، به خدا تسلیم شدش، تمام بشه کار. ما سه ضربه که میزنه در مقابل آسیب های جدی که مسی بهش داد کم میاره و لیونل مسی بار دیگر با بردی که به دست میاره حریفش شکست میده و به فینال توپ طلا میرسه. و حالا فینال رقابت ها لیونل مسی و کریم بنزما، دو برنده این سابق توپ طلا به فینال رسیده بودن. آیا واقعا دوباره تاریخ رقم میخورد و مسی توپ طلای هشتمو میگرفت یا اینکه بنزما جلوی این کار رو میگرفت؟ بله حالا فینال شکل میگیره، جایی که سه تا بازیکن سه نفر رو شکست دادن تا به اینجا برسن. این بازی به شدت حساسه، لیونل مسی اومده تا از توپ طلای هشتم خودش دفاع بکنه ولی بنزما میخواد نشون بده که اگه توی رئال مادرید میموند میتونه توپ طلا رو از مسی بگیره یا نه. جون چرکتی های کریم بنزما، نشون بده که تو هم استحقاق اینو داشتی که توپ طلای دوم رو بگیری، حتی بیشتر از سه تا بگیری. اینجا یکی رو بگیر از مسی، تا میتونی افتاده زمین بزنش. آقا اون بچه خردسال سمت چپ چی داره میگه؟ اونو بندازیم بیرون. مسیح دوستی رو بخیم ادامه شه، هاشکریم داره پای مسیح رو میپچونه، اومده روی رونش. این حرکت خیلی دوست دارم بازی کنم، مثلا تکنیکی که خودش فقط داره. باری کله جب و راست بزن. لیونل مسی سر و گردنش و همچنین بدنش آسیب دیده، مثل کریم بنزما و دوت. وای سرش که کلا رفتش واسه خودش. لیونل مسی یک دو نه وسط رینگ. وای یک نه کم نیار یا بنزما، تحمل کن تو رو خدا بنزما تحمل کن. البته دوستان همه این چیزا واسه ویدیوست، من هم مسی رو دوستم، هم رونالدو دوستم، دارم جو میدم. حالا اگه چیز نکنی خود، من خودم خوشحال شدم اتفاقا مسی بود. مسی نیمار چی میورد؟ مثلا میومد هالند نیورد، ویسوس نیمار کی میخواست ببره؟ مسی بود نیوردی. نه جود بلینگام بیاد دوباره تو به طلا رو، امباپه بیاد دوباره، مسی بود نیورد، هشتمی بود میورد دیگه، بود مسی میورد. خدا وکیل وضعیت هاشکریم بهتر از مسی، اصلا بدنش یه مقدار به سمت قرمز داره میاد ولی سر و گردن مسی بدتره. وای میرم واسه پا رو میارم بالا. یک نه نه بابا کجا رفتی الان؟ میپره رود حاجی سری بودو. آه خدا رو شکر نپرید. آه بارک بدنش تو، بدنش نه اینا دستم میدونه تو، من تو دارم. می چی کار داری میکنی الان اینجا؟ مثلا میخوای پاجو بگیرین امتیاز نمیده بهت که، بدنش تو. بپر تو رو خود عدد، همین الان بارک. نه حاجی وضعیت خیلی خوبه. حاج کریم وگرنش به شدت آسیب میبینه. چی زد؟ یک دو سه تموم.
تمام میشه مسی. آره مسی تمام میشه. مهاش کریم ثابت میکنه. اگر توی رئال مادرید میموند میتونه سوپ طلای هشتم رو از مسی بگیره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یه ویدیوی کوچیکاج دیگه هم ساختیم که همه رو گذاشتیم توی رینگ و همه همدیگه رو میزنن. حتما اونم ببینید.